مسئولان در ریاست حفاظت از محیط زیست در ولایت سمنگان پس از نشر گزارش آژانس خبری پژواک در پیوند به افزایش آلودگی صوتی اقدام بر کاهش آلودگی صوتی نموده و گفتند پس از این هیچ موترسکل نمیتواند از سلنسرهایی که باعث آزار و اذیت باشندگان این ولایت شود استفاده نمایند. آلودگی صوتی یکی در همشهریان عزیز شکایت داره. قبلا ما شما برنامه داشتیم که شکایت های مردم را ما گوش کردیم، چون که آلودگی صوتی بسیار مضر است. بعضیا برای طفل و اطفال و برای کهنسالا مضر تمام میشه. ما این اقدام کردیم، انشاءالله این پلان ما ادامه داره تا ما بتانیم از این مشکل برایم و مشکلاتی که در سطح سمنگان کاهش آلودگی ایجاد میکنه اینا کم شوه و کاهش پیدا بکنه. آلودگی صوتی از سالها به این سو مردم ولایت سمنگان را به مشکل روبرو نموده است و برخی از باشندگان سمنگان از بلند بودن صدای بیش از حد موترسیکل ها شکایت دارند. این در حالی است که شماری از باشندگان این ولایت از اقدام جمع‌آوری موترسیکل ها به هدف کاهش آلودگی صوتی توسط مسئولان محلی این ولایت را استقبال کردند. کاری که ریاست محترم محیط زیست با همانگی مقام ولایت و مدیریت ترافیک به خاطر جلوگیری از آلودگی صوتی، جمع‌آوری موترسیکل هایی که صدای دلخراش دارند و همچنان بعضی از لاسپیکر هایی که صدای بلند دارن و دیسفروش ها از او استفاده میکنن، ما از اقدام نیکشان استقبال میکنیم و امید است که همچنین کارها در آینده نیز برا بیفته. امروز مدیریت ترافیکی با هماهنگی محیط زیست همین موترسیکل هایی که صدایشان بسیار بلند و زیاد است جمع آوری میکنن و این کار از این مدیریت ترافیک به خاطر خوشحالی مردم گرده و بسیار خوش هستیم. پس از جمع‌آوری و انتقال موترسیکل و زرنج هایی که از سلنسرهایی که صدای بلند تولید میکنند استفاده میکند به مدیریت ترافیکی انتقال داده خواهد شد و پس از ترمیم به مالک موترسیکل ها تسلیم داده خواهد شد. و به خاطر از اینکه یک تعداد موترها و زرنج هایی که سرشان سودا و چیزا فروخته میشن در کوچه ها و بلنگو ها دارن، به خاطر امین مدیریت ترافیکی پلان شمی است که اینها را باید اصلاح بکنه. موترسیکل ها از اینها جمع‌آوری میشه به مدیریت ترافیکی ولایت سمنگان، اینها را موترسیکل هایشان پس دوباره سلنگسرهایش ترمیم میشه، پس دوباره در صاحبش تسلیم میشه. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.